سلام دوستای عزیزم، ستاره فود هستم با یه آموزش متفاوت. امروز به درخواست خیلی از دوستان که وقتی گلامو میبینن و میگن خیلی پر تراوتن و خیلی سرسبز و خوشگلن و چطوری نگه میداری، اومدم یه کوچولو صحبت کنم براتون که اگر دوست داشتید بازم از این ویدیو داشته باشیم، در مورد گلا بیشتر تحقیق کنم، بیشتر براتون توضیح بدم. اولین کاری که شما باید موقع تهیه کردن گل آپارتمانی بهش دقت کنید اینه که شما وقتی از یک گلی خوشتون میاد قبلش از اون گل فروشی سوال کنید که آیا این گل برای آپارتمان مناسب هست یا نه، که البته بعضی از فروشنده ها حالا نمیدونم جریان چیه که میخوان فقط گلشون رو بفروشن این کارو میکنن، اکثر گلا رو هم میگن که آپارتمانیه ولی واقعا اینطور نیست. مثلا همین گلی که شما الان دارید میبینید جلوی من اسمش پدیلانتوسه که به ستون فقرات هم معروفه، حالا داره برگای جدیدم در میاره، خوشحالم. این گل به اسم گل آپارتمانی معروفه، یعنی به راحتی میتونید داخل آپارتمان نگهش دارید، ولی خب یه سری مشکلات هم داره. اینه که این گل به نور خیلی زیادی نیاز داره، در حالی که زمانی که شما دارید میگیرید خیلی راحت میگن گل آپارتمانیه. و من وقتی این گل رو گرفتم، خب این گل خیلی دوست داشتم، سرسبز خوشگله، درسته گل خاصی نمیده و برگه، ولی خب خیلی زیبایی داره. من اینو زمانی که تهیه کردم به من همینو گفتن که آپارتمانیه. من اینو یه مدت داخل خونه نگه می‌داشتم، یعنی داخل فضای خونه، و می‌دیدم که هیچ رشدی نمی‌کنه. حالا درسته که بعضی گلا برخلاف اون حالا شرایطی که دارن گلای دیر رشدین، یعنی امکان داره در سال حتی یه برگ یا دو تا برگ بخوام بدن. حالا تو قسمت‌های دیگه بازم براتون توضیح میدم. مثل این گل فیکوس که گلیه که خیلی دیر رشد می‌کنه، خیلی خوشگله، جزو گلای خیلی لاکچری هم محسوب میشه، نگاش کنین، ولی خیلی دیر رشد میکنه. اگر بخواین خوب نگهداری کنید و اون حالا شرایطی که نیاز داره رو تهیه کنید، امکان داره در سال یه برگ یا دو تا برگ حالا بده، ولی حالا مال من نداده به خاطر اینکه حالا یه مشکلاتی داره که باید بهش رسیدگی کنم. و داشتم در مورد این گل میگفتم. این گل من زمانی که داشتمش رشدی نمیکرد. من خودم داخل اینترنت سرچ کردم، یه مقدار در موردش تحقیق کردم، متوجه شدم که گل پدیلانتوس نیاز به نور داره و این نور باید خیلی زیاد باشه و حالا غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی که شما این گل رو باید پشت پنجره بذارید، نیاز نیست که اون آفتاب مستقیم به این گل بخوره، همین که از پشت شیشه بهش نور میخوره کافیه و رشد خیلی خوبی میکنه. آبیاریش هم باید خیلی خوب باشه. شما اگر تو خونه خودتون، به هر حال هر خونه‌ای نور و اون حالا امکانات خاص خودشو داره، امکان داره شما این گل رو تو خونه خودتون نگه دارید، نیاز باشه که هفته دو بار بهش آب بدید، ولی امکان داره مثلا تو خونه مثل من که من عادت دادم به این گل هفته یک بار آب بدم، یک بار نیاز داشته باشه در هفته آب استفاده بشه. و شما قبل از اینکه به گلتون آب بدید، حالا هر گلی که تو خونه دارید، اینه که باید خاکشو چک بکنید. چک کردن خاک به این صورته که شما این قسمت رویی خاکو نگاه کنید، اگر احساس کردید که خشک شده شما باید به گلتون آب بدید، و اگر دیدید هنوز خیس هستش نیازی به آب دادن نداره. حالا گفتم شما میتونید اگر علاقه دارید به گل زیاد، که میدونم اکثر خانوما مخصوصا تو خونه‌های آپارتمانی که به هر حال یه فضای بسته است، آدم دوست داره جای سرسبز ببینه، گل تهیه میکنه و نگهداری میکنه، دوست داشتید حتما به من بگید، اطلاعات بیشتری رو در مورد هر گلی که مد نظرتونه برام تو کامنت بنویسید، تحقیق میکنم و براتون نحوه نگهداریشون رو میگم. این مثلا برای مثال این گل قاشقی که گل خیلی خوشگلی هستش، ابلق به گل قاشقی میگن که رگای سفیدم همونطور که میبینید داره، به نور نیاز داره، به آب نیاز داره، همه گلا که کلا به نور و آب نیاز دارن، ولی آب بیش از حد باعث این میشه که یه مشکلاتی برای گل ایجاد بشه و اونم وجود یه حشرات سفید ریزیه که بهش آفت میگن، که برای این گل من به وجود اومد. الان
ببین من یه ذره با فاصله با این گل گذاشتن دلیل داره. اینکه نخل ماداگاسکار به نور خیلی فراوانی نیاز داره، آبم همینطور، زمانی که مثل الان که خاکش خوش شد من باید بهش آب بدم، که من گفتم به گلای خودم عادت دادم هفته یک بار، البته بعضی از گلام هفته دو بار نیاز دارن، الان که فصل زمستونه ما آب خیلی کمتری به گلا باید بدیم. و یه نکته بچه ها خیلی مهمه تو آبیاری گل اینه که زمانی شما دارید به گلتون آب میدید حتما سعی کنید که زیر این گلدونا، حالا فلزیه، سلیکونیه، سفالیه، زیر گلدون رو سوراخ کنید که آب اضافه گل خارج بشه، چون اگر آب اضافه داخل گلدون بمونه باعث پوسیدگی گلا میشه. من الان دقت کنید زیر همه این گلدونا مو سوراخ کردم، حالا این فلزیه ها رو جدا و اینایی که زیر گلدونی داره مثل این گلم، من زمانی که آب میدم اجازه میدم که آب اضافه خارج بشه و توی زیر گلدونی هم هیچ آب اضافه ای نمونه که باعث پوسیدگی گل بشه. داشتم در مورد این قضیه میگفتم، این گلم خیلی رشد خیلی خوبی داشت، عالی داشت رشد میکرد، تا اینکه من متوجه یه حشره های خیلی سفیدی روی این گلدون شدم و تحقیق کردم متوجه شدم که وقتی این اتفاق میفته شما باید حتما همه جای گل، هر جایی که اون سفیدک ها رو میبینید و قشنگ بشورید خیلی با حوصله، حالا با مسواک، با میتونه گوش باکن باشه، اون قسمت های سفید رو حد امکان بردارید، قشنگ اون قسمت رو شستشو بدید و براش آفتکش تهیه کنید. هیچ وقت به صورت اینجوری خونگی نه اقدام کنید، بعضی گلا خیلی حساسن و زمان میبره تا اون مشکل رو حل کنن، پس خیلی بهتره که به گل فروشی اسم گلتون رو بگید و به نسبت اون گلی که داری براش آفتکش تهیه کنید، که من همین کار رو انجام دادم، خیلی بهتر شده و این موضوع رو نمیدونستم بهتون میگم، امکان داره کمکتون کنه. وقتی این گل مریض شده بود من زمان آبیاری، خب این گل رو کنار همه گلا قرار میدادم و به نوبت به همه آب میدادم، زمانی که این کار کرده بودم این گل آلینیوم میگن فکر کنم اسمشو دقیقا اینجوری تلفظی نمیدونم، این بنده خدا کنار این گل بود و همین قضیه باعث شد که اینم مریض بشه، چون این حشرات که میگن آفت خیلی شدید باعث سرایت میشه، یعنی کامل از یه گلی به یه گل دیگه انتقال پیدا میکنه و این موضوع رو من نمیدونستم، به خاطر همینی که دارم بهتون میگم اگر تو هر گلی این موضوع رو نگاه کردید و متوجه شدید بلافاصله اون گلو از بقیه گلا جدا کنید. الان دیگه من حداقل یک کوچولو بینتون فاصله گذاشتم، حتما جدا کنید چون باعث سرایت میشه و بعد امکان داره که بعضی از گلا اون حالا کود یا اون تقویتی که باید میشدن و نشدن و خیلی سریع این آفت رو بگیرن و از بین برن، پس به این موضوع خیلی دقت کنید. من این گلا رو جدا نگه داشتم و از اون آفتی که آفتکشی که گرفتم با آب مخلوط کردم، حالا هر آفتکشی شرایط خودش رو داره در موردش نوشتن تو اون حالا جعبه‌ای که میگیرین داخل اون بسته‌ای که میگیرین و روی اینا پاشیدم و این کارو ادامه میدید هفته ای، حالا اونجا میگم هر آفتکشی زمان خودشو داره، برای من هر 10 روز یک باره که روش اسپری میکنم تا از بین بره. و حالا این گل ما، من حالا چند تا از گلامو اسپردم، گلای خیلی زیادی دارم بچه ها، خیلی دوستشون دارم، میگم اگر دوست داشتید حتما برام داخل کپشن بچه بنویسید که من از هر گلی که دوست دارید بیشتر تحقیق کنم در موردش به شما بگم که شما بتونید راحتر گل داخل خونه نگه دارید. این گل به آگلونما معروفه، آگلونمای برفی، البته اینم به همین مشکل برخورده، نمیبینید کنار هم گذاشتم، میبینید کنار هم گذاشتم به خاطر اینه. ببینید سطح خاکش چقدر خشکه، زمانی شما باید به این گل آب بدید، این گلم جزو گلایی که آب خیلی فراوون دوست داره، به آب نیاز داره، الان کاملا سطحش خشکه و من همیشه میگم زمانی که آب میدم، حالا چه اینو داخل این گلدون بکاری چه نه، این سعی میکنم این گلدون رو جدا آب بدم و بذارم آب اضافهش گرفته بشه و اصلا داخل زیر گلدونی نمونه. این گل به گلای گرمسیری معروفه و به سرما اصلا علاقه نداره، یعنی شما اینو راحت میتونید داخل خونه نگه دارید، با همین نور طبیعی خونه رشد میکنه و گل خیلی خوشگلیه، من اینو خیلی دوست دارم. یه نمونه دیگه از این گلم دارم که اون گل همین گله ولی توی نژاد دیگه. من حالا چند تایی توضیح دادم، امیدوارم براتون مفید باشه این توضیحاتم.
اینجا ما زانفولیا داریم، اینم جزو گلای خیلی لاکچریه، خیلی دوستش دارم و نگهداری اینم همینطوره. وقتی سطحش خاکش خوش میشه باید آب بدید، زیاد به این گل آب ندید. و این گل هم بچه ها گل عباییه بهش میگن، برگ عبایی، گلیه که خیلی گل خیلی به نظر من بهش میگم مهربون، چون اصلا هیچ محدودیت خاصی نداره، خیلی راحت تو خونه رشد میکنه، حتی اگه یادتون بره بهش آب بدید بازم مقاومت میکنه تا شما یادتون بیاد بهش آب بدید. جزو گلای خیلی خوبیه که میتونید داخل خونه تو آپارتمان نگهداری کنید. پس یه نکته‌ای که اینجا وجود داشت اینه که شما قبل از اینکه یه گلی رو تهیه کنید در موردش تحقیق کنید و مطمئن بشید که تو خونه میتونید ازش نگهداری کنید و آسیب نمیبینه، اذیت نمیشه، چون بعضی از گلا میگن به نور فراوون نیاز دارن یا حداقل نور پشت پنجره و خب اونجور که بخواید نمیتونید داخل خود حالا فضای خونه ازش استفاده کنید و حتما باید پشت پنجره بمونه. حالا بریم سمت سینک بهتون بگم من چجوری به گلا آب میدم. من حالا چند تایشو آب دادم اینطور که میبینید بچه ها. این گل اسمش پیلموهایه، مثل همون فیکوس که بهتون گفتم، گلیه که خیلی دیر روش میکنه. من این گلو الان نزدیک به 3 سال هست دارم ولی خب خیلی کم روش میکنه، البته از اینجا به بعد دقیقا تو خونه ما روش کرد. گلیه که خیلی دیر روش میکنه. وقتی شما یه گلیو تهیه میکنید امکان داره که اوایل وقتی حالا میخرین یا حالا هدیه براتون میارن داخل خونه شما یه کوچولو برگ ریزون داشته باشن، یعنی اصلا هیچ رشدی نکنن، برگشون زرد بشه، در حالی که شما تحقیق کردین همونجور که باید از اون گل نگهداری کنید و نگهداری کردید، ولی این مشکلات به وجود میاد و تنها دلیلش اینه که اون گل تا بیاد به خونه شما عادت کنه، تا با اون شرایط محیطی خونه شما بخواد خودش رو وقت بده یه ذره زمان میبره. مثل آدما دیگه، همین که میرن جایی نمیتونن خیلی راحت باشن، گلا هم همینطوریه. واقعا احساس دارم باید خیلی بهشون توجه کنید. این گل هم اسمش شامادورا هست، گل خیلی زیبا و سرسبزیه، من این گلم خیلی دوست دارم. این یه قاشقی دیگه است که اگه دقت کردین اونجا بهتون گفتم، اینم یه قاشقی دیگه است که اینم تقریبا میشه گفت ابلغه، چون رگای سفید داره. اگر دوست دارید که گلاتون حالا به این شکل در بیاد، اگر گل قاشقی دارید باید نور بهش بتابه، هر چقدر نور بیشتر بتابه به این صورت که میبینید ابلغ میشه، وگرنه رنگ برگاش کاملا سبز میشه. این گلدونای با منزه ای هم که بچه ها میبینید اینجا، یه همکارم نشون بده دستکشم هم بوده، اینا هم که میبینید خیلی دوستشون دارم، خیلی بامزن برای هدیه و اینا هم خیلی مناسبه، گزینه خوبیه که اینجوری گل هدیه بدید. ببینید من زیر این گلدونا رو سوراخ کردم، حتما باید زیر گلدونا رو سوراخ کنید به خاطر اینکه آب باید رد بشه وگرنه گلتون خراب میشه. من زمانی که میخوام آب بدم، همکارم بیاد این مر بهتون نشون بدم، اینه که ببینید سعی میکنم آب تصفیه استفاده کنم، چون آب تصفیه برای گلا خیلی خوبه. حالا اگر در دسترس ندارید یا حالا نیستش، ما آب تصفیه ندارید، میتونید از همین آب استفاده کنید. من آب تصفیه رو داخل این پارچ ریختم که راحت آب بدم. بعدش هم میتونید شما ظرفشویی رو کاملا بشورید. من برای این کارو میکنم که وقتی آب میدم آب از زیر گلدون خارج بشه، خیالم کاملا راحت بشه و بعد دوباره به همون جاهایی که حالا گلدونا رو میذارم انتقالش بدم. ببینید اینجوری میذارم آبش بره. این موضوع خیلی تو بهتر موندن گل کمک میکنه. اگر آب اضافه داخل گلدون یا زیر گلدونی بمونه باعث آسیبش میشه. بچه ها این گلم که اینجا میبینید بهش میگم پوتوس، گلیه که خیلی گل جالبیه، هم داخل آب رشد میکنه هم داخل خاک. من حالا اینا رو داخل آب گذاشتم که خیلی میتونید متنوع برای خونه ازش استفاده کنید، زیبایی خاصی به خونه میده. اینا رو داخل همونطور که میبینید آب گذاشتم و اینجا یه نمونهش رو داخل خاک گذاشتم که از اون گلاییه که رشد میکنه و حالت آویز داره، که من داخل اتاق ازش دور آینه استفاده کردم، خیلی گل خوشگلیه و واسه سرسبزی میشه. حالا اونجا هم شلوغه، نمیتونم نشون بدم، حالا همکارم باز گرفت. ببینید دور آینه ازش استفاده کردم، گلیه که آویزون میشه و من خیلی دوستش دارم.
خیلی راحت رشد میکنه. گل فتوس هم جزو گلاییه که خیلی راحت میتونید تو خونه ازش نگهداری کنید. من اینا رو قبلا آب دادم که آبش بره. ببینید این هم اینطوری این گلدون رو از داخل، من چون این رو نمیخواستم سوراخش کنم، ببینید داخل این ظرف میارم بیرون، آب میدم آبش بره و بعد دوباره داخل همون گلدونش میذارم. امیدوارم که این توضیحات براتون مفید باشه و اگر مثل من گل دوست دارید بتونید گلاتون رو خیلی سرسبز و خوب نگهداری کنید و باعث رشدش بشید. حتما اگر حالا شما اطلاعاتی در مورد گلا دارید به منم بگید، ممنون میشم. و میتونید از کودم استفاده کنید، کودم برای رشد گل خیلی خوبه. ولی خب الان ما تو فصل زمستون هستیم، تو زمستون میگم آبیاری رو خیلی باید دقت کنید، بیش از حد آب ندید چون هم نور خیلی اونقدر نیست، بیشتر هوا ابریه، مخصوصا حالا ما که گیلان هستیم هوا زیاد اونجوری اون نوری که بخوایم و نداره و رطوبت هم داریم ما تو شهر خودمون. و میگم بیش از حد آب دادن باعث اذیت گل میشه. ولی تو فصل بهار یا حالا تابستون کودایی هست که شما میتونید استفاده کنید، باعث میشه گل خیلی رشد خوبی داشته باشه، پرپشت باشه. الان ولی تو این فصل گلا به خواب زمستونی میرن و اونطور که باید رشدی ندارن، پس نگران این نباشید که گلتون رشدی نداشته. من اینا رو کنار میذارم کم کم که بعد از اینکه کامل آبش رفت داخل گلدونشون بذارم. ببینید اونقدر آب میدم که کاملا سیراب بشه و آب از زیر این زیر گلدونی خارج بشه. بعد نگران این هم نباشید که گلا رو جابجا میکنید مثلا برای همون یک روز که قراره بهشون آب بدید مشکلی پیش میاد، چون بعضیا میگفتن که ما گل رو جابجا نمیکنیم، همون جایی که هست بهش آب میدیم چون امکان داره که نمیدونم گل حالا قهر بکنه یا حالا اذیت بشه و اینا. ولی نه، هیچ موردی پیش نمیاد. من الان چندین ساله که به همین روش دارم به گلام آب میدم و واقعا این مشکلی براشون پیش نیومده، جز اینکه بعضی وقتا حواسم نبوده اومدم بیشتر به گل آب دادم یا زمانی که هنوز نیاز به آب نداشته این کارو کردم و گل حالا براش مشکلاتی پیش اومده. شما باید به این نکات دقت کنید و حواستون باشه. دوستای عزیزم، امیدوارم که توضیحاتم براتون مفید باشه. اگر خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید که آموزشی میذارم شما اولین نفر باشید که میبینید. اگر دوست داشتید حتما داخل کامنت برام بنویسید که برم تحقیق کنم و اطلاعات بیشتری رو در اختیارتون قرار بدم. تا آموزش های دیگه، خدا نگهدار.